سلام به دوستان عزیز و به بینندگان برنامه شاخه های این درخت کهن. من داشتم در جلسه قبلی این سلسله نسب این صفویه رو میگفتم که وقتم تموم شد، رسیده بودیم به صدرالدین پسر خود شیخ صفی، که این صدرالدین به دلیل اینکه از سوریه و منطقه دیاربکر و ترکیه و کردستان و خود آذربایجان و گیلان گروه گروه مریدان بهش میپیوستند، وسیله وحشت شده بود برای صاحبان قدرت. حالا اون ابو سعیدم رفته از بین و اون حسن چوپانی اومده منطقه آذربایجان اون داره اداره میکنه، اونم مرده. برادرش اشرف نامیه که آدم بسیار بسیار خونخوار و جلاد و صفاک و نام از این حرف هست. این دستور میده که این صدرالدین رو که به جانشینی پدرش نشسته بگیرند و بکشند. اما از اون جایی که خیلی پایبند مذهب بوده و از عاقبت کار میترسیده و این رو هم آدم مهم میدونسته، میگه فعلا حبسش کنیم تا ببینیم چجوری پیش میاد. اینا یه 3 ماهی در زندان نگه میداره. بعد از 3 ماه شیخ صفی الدین رو به خواب میبینه که میگه که اگه یه مو از سر این پسر من کم شه پدرتو در میارم مثلا، و این هم از وحشت بلند میشه و دستور میده که این صدرالدین رو آزاد کنن. صدرالدین رو آزاد میکنن، ولی چندی بعد خودش 2 مرتبه صدرالدین میره و در اردبیل و 2 مرتبه این مریدا و هجوم این مریدان و ارادتمندان و این حرفا 2 مرتبه وحشت درش میداره دیگه. این دفعه تصمیم میگیره بکشتش. این بار مریدان میان این صدرالدین رو منتقل میکنن به گیلان یواشکی که دست اون بابا اشرف بهش نرسه. اونم یه ازبکی میاد حمله میکنه به آذربایجان، با این بابا میجنگه، اینو میزنه میکشه، در نتیجه راه هموار میشه و صدرالدین برمیگرده 2 مرتبه به اردبیل. این جانی بیک ازبک که میزنه اینا رو میکشه. این که برمیگرده به اردبیل، این بوق و آرامگاه رو شروع میکنه به ساختن. بقعه میسازه برای مقبره پدرش، بعد خانقاهی میسازه که بعدن هم به تدریج این توسعه پیدا میکنه، البته به این شکل نمیمونه. این بابا 59 سال رهبری و مرادی این صوفیه رو به عهده داشت و بعد از 59 سال فوت میکنه و پسرش جانشینش میشه به نام خواجه علی، که به خواجه علی سیاپوش معروف میشه. این خواجه علی هم به همون درجه از احترامات و به همون درجه از پیروی مریدان و این صحبت ها، به طوری که تیمور که داشته از ترکیه برمیگشته بهش میگن که یک پیر و مرشد بزرگی اینجا هست، شما باید بری به دیدنش. اونم که تظاهر به این نوکارا میکرده میره به دیدن خواجه علی. این خواجه علی متوجه میشه که تیمور 80-90 هزار تا اسیر از ترکیه با خودش آورده. وقتی تیمور بهش میگه که شما چی میخوای که من به شما بدم، میگه که این اسیرانی که تو از ترکیه آوردی اینها مریدان منن، اینا رو به من بده. اونم میگه اینا مال شما. اینا رو میده به اینو، میره و این عده آدم میمانن در اردبیل و اطراف اردبیل، به اینا زمین و کار و از محل موقوفات همین تشکیلات که حالا چندین پشته که ثروت روی ثروت اومده امکانات به اینا میدن. اینا در ایران معروف میشن به روملو، آدم هایی که از روم آمدند. اینو داشته باشین. اما حاجه علی از این موقعیت یک استفاده فوق‌العاده بزرگی میبره. اون این است که به این سادگی موضوع رو مطرح نمیکنه با مریدان و با اشخاص. میگه که داستان رو عوض میکنه.
میگه تیمور به من گفتش که چی میخوای بهت بدم؟ گفتم در میان این اسرا عده‌ای از مریدان منم. و تیمور پرسید من چگونه بفهمم که کدوم یکی از اینا از مریدان تو هستن؟ گفت مریدان من یک دستمال قرمز رنگ در جیب دارند. تیمور هم دستور داد جیب‌های این اسرا رو گشتن، تو جیب همه اینا یه دستمال قرمز بود. یعنی من معجزه کردم. خب این نوع حرفا معلومه دیگه چه اثری میگذاره روی جمعیت. و حالا این دروغ‌های تاریخی که سبب میشه واقعا تاریخ عوض بشه. حالا تو همین بحث امروزمون ما به یکی دیگه‌ش هم میرسیم و راجبش بیشتر صحبت میکنیم. خب دیگه حالا عاشقان سینه چاک میریزن به دور خانقاه و این کرامت عظیم رو کرده و تیمور یه آدم خونخوار سبب شده که 80-90 هزار تا آدم رو از کشتنشون بگذره و بده به ایشون. اینا خب در اثر یه معجزه‌ای بوده و چه و چه. این بابا آخر عمرش بلند میشه بره به مکه زیارت و این مرشدی خانقاه رو میسپره به پسرش. پسر ایشون دوری پدرش رو نمیتونه تحمل کنه، اونم را میفته بعد از پدر میره در خانه کعبه پدرش رو پیدا میکنه و با او برمیگردن. در برگشتن خواجه علی مریض میشه در بیت المقدس میمیره و اونجا خاکش میکنن، یا آرامگاهی هم براش درست میکنن به نام آرامگاه خواجه عجمی، سید عجمی. هنوزم این هست، من ندیدم ولی میگن هنوز است. پسرش ابراهیم هم 20 سال مریدها رو اداره میکنه و بعد از اون فرزندش جنید، از اینجاست که تاریخ از جنیده که تاریخ این اجداد صفویه وارد مسائل دنیوی میشند. شما میدونید که این صوفی ها عرفا یه اسم شاه یا سلطان رو خودشون میذاشتند، مثل سلطان العلماء، صفی علی شاه، نمیدونم نور علی شاه، رحمت علی شاه. این شاه ها یه معانی روحانی داشت و هیچ پهلو نمیزد به معنای شاه زمینی. به همین دلیل هم اینا رو آزاد میذاشتن که اینا این حرفا رو بزنن و میگفتند و مریدان هم با احترام به این مرشدها نگاه میکردند و این لقب شاه رو میپذیرفتن. اما از جنید به بعد، جنید متوجه میشه که تعداد مریدهایی که از اجدادش براش باقی مونده بیشتر از لشکریان کسانی است که یه تیکه اون تیکه اون تیکه مملکت رو گرفتن دارن اداره میکنند. یک، اینها خیلی جان‌نثارترند، اینا خیلی هم فداکارترند، ما چرا این کارو نکنیم؟ در اصل جنید اولین کسیه که از این سلسله افراد شروع میکنه به اسلحه ساختن و بقعه پدرش و خانقاه رو تبدیل میکنه به قورخانه و اسلحه سازی و مقدار زیادی شمشیر میسازه و سپر میسازه و به مریدان دستور میده که برن آداب جنگ و جنگجویی یاد بگیرند. خب بدیهیست که صاحبان قدرت تحمل نمی کنن چنین چیزی رو و مجبور میشن که عکس العملی نشون بدند. جان شاه قرقیونلو که بر تمام آذربایجان و گرجستان و شمال رود ارس مسلط بوده به اوزا، به این پیغام میده که شما از منطقه من بری بیرون، اگر نری من میام و اردبیل رو با خاک یکسان میکنم. جنید هم به فرستادش میگه که حداقل به شاهتون بگید که به اندازه تیمور جهانگیر ادب داشته باشه
تو کی هستی که ما میریم، ما از ملک تو بیرون میریم. به حال ایشون بلند میشه و میره به دیار بکر و میپیونده به رقیب و دشمن اینها، یعنی به خانواده اوزون حسن که اونا آقیونلو بودن، اینا قرقیونلو هم، گوسفند سفید، گوسفند سیاه. در اونجا یه ازدواجی هم با خواهر همین اوزون حسن رخ میده، یعنی خواهر اوزون حسن رو ایشون میگیره و نسبت سلطنتی هم پیدا میکنه. در فرصتی هم که بر میگرده به اردبیل، افرادش رو مسلح و مجهز کرده و حمله میکنه به شیروان. اما در جنگ با شیروان شکست میخوره، کشته میشه. وقتی که کشته میشه، یکی دو ماه بعد پسرش حیدر به دنیا میاد. یکی از افراد خانواده آقویونلو، یعنی برادر زنش، دایی بچه، نگهداری بچه رو به عهده میگیره. اما بچه به 8-9 سالگی که میرسه به شیخی و مرادی میرسه و دو مرتبه تمام مریدها به دنبال این بچه 9 ساله جمع میشن. ببینید امروز برای ما قابل فهم نیست این حرفا. ما امروز نمیتونیم باور کنیم که مردان بزرگ، ریش و پشتدار، گردن کلفت، سوارکار، نمیدونم حالا با سواد بی سواد هرچی، بیان و یه به یه بچه 9 ساله نگاه کنن و بگن این مراد ماست، این خداوندگار ماست، بهش تعظیم کنن و هرچی بچه 9 ساله بگه اونا برن بکنن. امروز روز این چیزی نیست. میگم تاریخ رو باید در زمانش مورد بررسی قرار بدیم. این دوره‌ای که من دارم به شما صحبتش رو میکنم، دوره‌ای است که مردم 100% به مطالب متافیزیکی اعتقاد دارند و به عالم غیب اعتقاد دارند، باور دارند و مسلماً باور دارند که چون این بچه 9 ساله نواده یا چنین آدمیه و چنین آدمی تحت توجهات خداوند و ائمه اطهار و کی و کی پروریده شده، این یه قدرتی است مافوق تمام قدرت‌ها، این یه موجودی است مافوق تمام موجودات، بنابراین ما باید پیروی کنیم از این. اون چیزی هم که یادم رفت به شما بگم این است که از زمان اون خواجه علی، خواجه علی شروع کرد به اعلام تمایل به تشیع. تا اون موقع اینها همه سنی بودند، ولی از اون جایی که پیر و مرشد و فرمانش، نظرش، دستوراتش بدون استثناء قابل پذیرش باید باشه، تمام مریدان در تمام نقاط تسنن رو ول کردند و به شیعه پیوستند و شیعه شدند، بدون هیچ حرف، بدون هیچ گفتگو، بدون هیچ مقاومت، بدون هیچ دعوا و قهر و چه و چه تردید. در نتیجه یک گروههایی یا به عبارتی گفتش که ایلهای متعددی که در اطراف اکناف پیرو این آقایون بودند، همه شیعه میشن. این طرز تفکر، طرز بینش، جهان بینی، دینداری، نگاه به دین آدمهای 500 سال پیش مملکته که شما خودتون میتونید از این حدیث مفصل تری رو بخوانید. حالا در این زمان که جنید رفته، پسرش حیدر آمده و حیدر هم مثل پدر میخواد خونخواهی پدر رو داشته باشه و دستورات پدر رو در مورد لشکر آرایی و جنگجویی و داشتن پادشاهی زمینی نیز داشته باشه، برای اینکه حالا این هوس افتاده به جونشون که ما که پادشاه آسمانی هستیم، ما که پادشاه معنوی هستیم، پادشاه زمینی هم باشیم. بد نیست که من یه لیستی تهیه کردم از حکومت‌هایی که حالا در این لحظه در ایران دارن حکومت میکنن.
خب وقتی که ما این حکومت‌ها رو می‌خونیم می‌بینیم خب اینا هم حق دارن یه گوشه‌ای رو بخوان برای خودشون بگیرن دیگه. یه جهانشاه قراقایونلو بر تمام آذربایجان و گلستان حکومت می‌کرد. خراسان و شرق ایران تحت تسلط میرزا حسین بایقرا بود، از جانشینان مغول و تیمور و این حرفا. همدان و شهرهای مرکزی دست الوند میرزا و سلطان میرزا بود که اینا هم از خانواده بایندوری هستند. گیلان در تسلط خانهای متعدد سنتی گیلان بود، 8 تا 9 تا 10 تا. مازندران هم همین شکل، در مازندران هم سلاله های قدیمی همچنان بر قسمت ها و شهرهای مختلف حکومت میکردن. 10-11 تا حکومت مختلف در خطه مازندران بود. در خوزستان یه تعدادی عرب شیعه به نام مششعیان حکومت میکردند. عراق رو باریکبین پرناک که اینم یکی از این ایلیاتی هاست اونجا رو داشته حکومت میکرده. دیار بیک رو قاسم بیک حکومت میکرده که باز از خانواده همین بایندوری هاست. ابرقو محمد کره، یعنی شما فکرشو بکنید ابرقو بر خودش یک سرزمین بوده، یه مملکت بوده. کاشان رو هم محمد قاضی کاشانی. سمنان و فیروزکو هم دست حسنکیای چلاوی. 13 تا حکومت مختلف در نقاط مختلف ایران هستند که پیوسته اینها با هم در جنگند، پیوسته در لشکرکشی و نظام برای توسعه متصرفات خودشون. در چنین وضعیتی این داستان در این تمایل به سلطنت، تمایل به حکومت در این خاندان هم به وجود آمده. این جنید دو مرتبه تمام این آرامگاه و بقعه و خانقاه رو به اسلحه خانه تبدیل میکنه. میگویند که چندین هزار شمشیر و سپر و اینجور چیزها رو اونجا ساختند و باز جهانشاه قراقایونلو از این فعالیت‌های جنگجویانه اینها به وحشت میفته. باز به جنید دستور میده که اردبیل رو ترک کنه و از حوزه حکمرانی اون بره بیرون. جنید با عده‌ای از صوفیان به آسیای صغیر میره و پناه میبره باز به همون خانواده اوزون حسن. دوستی و نزدیکی جنید با اوزون حسن سبب میشه که باز جنید هم یکی از دختران این فامیل رو بگیره و نسبت فامیلی و ازدواج و نمیدونم خانوادگی با یک سلطان هم درشون به وجود بیاد. مهم این است که خدیجه بیگم خواهر اوزون حسن با جنید ازدواج میکنه که این خدیجه بیگم خود مادرش یکی از مسیحیان خانواده امپراتوری ترابوزان بوده و حالا این خانواده یه نسبتی هم با مسیحی‌ها پیدا می‌کنن که بعدها مؤثر در حال روزشون. در حال در سال 860 که دیگه کمی مونده به تأسیس سلسله صفویه، این جنید به شیروان حمله می‌کنه. حال قصد جنید نه تنها خونخواهی پدره، بلکه میخواد منطقه‌ای رو بگیره که این منطقه پر نعمته، منطقه جنگلی پردار درخت، زراعت خوب داره و مردمش مرفهند، دارایی خوب داره. از یک طرف دیگه نزدیک هست به ثغور مسیحی‌ها و کفار که هم میتونه از یک طرف حمله کنه به گرجستان یا جاهایی که مسیحی نشین هستند و غزوات مذهبیش انجام بده، هم از یک طرف در منطقه‌ای باشه که به مدد این آب و خاک بتونه ثروت و پول هم به دست بیاره برای لشکر و سپاهش.
به حال داشتن یک پایگاه که از اون پایگاه حمله کنه و سایر مناطق رو هم بگیره جزو اهداف این آدم بوده. در این جنگ جنید هم شکست بخوره و در ساحل رود کور به دست شیروانشاه یا سپاه شیروانشاه کشته میشه. بعد از جنید حیدر پسرش وسط میاد و داستان حیدر هم دقیقا شبیه داستان پدره، باز اونم لشکر فراهم میکنه، با لشکریان و سپاهیانش با 7000 سپاهی حمله میکنه به شیروان. دیگه شیروانشاه از حمله اینها وحشت میکنه و از همون آقویونلوها که فامیلش هم هستن کمک میخواد. اونها هم میدونن که اینا دارن اسباب خطر میشن، اینا هم آمدن دارن تو میدون جولون میدن، اونا هم 4000 سپاهی میفرستن به کمک شیروانشاه و این بابا هم که به خونخواهی پدر رفته بوده اونجا کشته میشه. وقتی که ایشون کشته میشه دیگه میان که این خانواده رو جمع جور کنن و بذارن این نسل مقطوع بشه و در نتیجه همین آقایونلوهای فامیل سه تا پسرای این رو که علی و ابراهیم و اسماعیل هستن درد سرتون نمیدم، میبرن در استخر فارس در یه قلعه زندانی میکنند، اما مریدان هنوز هستند. اینا هم اطفال خردسالی هستند. مریدها ترتیبی میدن که اینها از اون قلعه بیرون بیان، بیارن اون رو از قلعه بیرون رو ببرن دو مرتبه به همون تخت و بارگاه و اونجاها برسونن. در راه زد و خوردهایی میشه که خیلی مفصله و نالازمه گفتنش، وقت ما رو میگیره. دو تا از این برادرها کشته میشن، اسماعیل رو که 7 ساله بوده میبرن به گیلان و حاکم لاهیجان ایشون رو پناه میده، براش این بچه رو به مدرسه میگذاره، خانه مخصوص براش درست میکنه و یک چند نفری هم از مریدان هم دوروبرشن و مواظبشن. حالا اون حاکم لاهیجان هم خودش از مریدان بدیست. حکومت آذربایجان یه آدم میفرسته با نامه که ما شنیدیم اسماعیل اینجاست، اسماعیل رو بدید. اونم قسم میخوره که اسماعیل اینجا نیست. برای بار دوم یک نفر میفرستن و بالاخره برای بار سوم میفرستن و تهدید میکنن که ما میدانیم اسماعیل در لاهیجانه، اگر ندید میاییم و لاهیجان رو با خاک یکسان میکنیم. این بار این بابا بلند میشه یک گهواره ای درست میکنه، میبنده به دو تا درخت، اسماعیل هم میذارن تو اون گهواره و بعد میاد پیش فرستاده امیر آذربایجان، میگه که قسم میخوره به قرآن که پای اسماعیل به زمین گیلان نرسیده، قسمش هم راست، که اگر این آدم این دروغ مصلحت آمیز نگفته بود و اسماعیل هم افتاده بود به دست اونا مثل دوتا برادر دیگرش کشته شده بود، سلسله صفویه‌ای در کار نبود. من همیشه آرزو داشتم که این استاد تاریخ آقای باستانی پاریزی یه کتابی بنویسه مثل این هفتمند نای، نمیدونم هفت آسیاب، هفت این هفتایی که مینوشت، هفت دروغ تاریخی رو در بیاره. این دروغای تاریخی بعضی هاشون تو حافظه تاریخی ملت موندن و به یه اصل تبدیل شدن، بعضی هاشون مسیر تاریخ رو عوض کردن. خب اونی که مونده تو حافظه تاریخی تا الان هم هست، تو کتابای درسی منم بود، حالا نمیدونم تو کتابای درسی بعدی هم بوده یا نه چون ندیدم، این داستان بهرام گوره که با یه گرز میزنه مخ دوتا شیر رو متلاشی میکنه و وسط اونا دوتا شیر تاج سلطنت رو برمیداره میذاره رو سرش. این اشراف
دربار ساسانی، موبدان و خود همین اشراف بزرگ ننگشون می آمد که بگن که یه قبیله لخمی که دست نشانده خود ما بوده آمده به پادشاه ما کمک کرده و پادشاه ما رو آورده اینجا به سلطنت رسونده. این براشون باعث ننگ بود. حالا داستان از چه قراره؟ داستان از این قراره که حالا حرف تو حرف اومد عیبی نداره، این هم یه شاخص از این درخت کهن. این است که بهرام رو فرستاد، این خانواده لخمی یک قبیله عرب بودن که در مرز عراق و عربستان سعودی اینا رو سکنا داده بودن و رئیس قبیله رو هم پادشاهان ساسانی کرده بودن شاه، بهشونن تو شاه اینجایی، بهش اون به اینا مواد غذایی میدادن، حتی چون هیچی نداشتن بخورن، هم مواد غذایی میدادن، هم اسلحه میدادن، هم مرزبانان ایرانی در اون منطقه اینا رو حمایت میکردن. اینا سدی شده بودند برای عبور طوایف دزد عربستان سعودی که میامدن به منطقه عراق و دزدی هایی میکردند و فرار میکردند. امنیت برای ایجاد امنیت اون منطقه اینها رو اینجا گذاشته بودند. چند کیلومتری بالا شمال بغدادم انبارهایی ساخته بودن که این انبارها اختصاص داشت به انبار اسلحه و مواد غذایی که بیشتر مواد جمع شده در این انبارها برای همین لخمی ها بود، البته برای پادگان های نظامی دیگر هم بود ولی بیشترش برای اینا بود، برای اینکه اینا گروه زیادی بودن و تشنه و گرسنه، که هم اونجا به انبار معروف شده، حالا شده یه استان در عراق، هنوز بهش میگن انبار. هم این دروغ از این ور برای ما مونده تو تاریخ تا کتابای درسی آدمی مثل من، نسل من. آره این دروغ رو اشراف ساسانی ساختند ولی در حقیقت امر این است که وقتی که شاه مرد همین لخمی ها یه عده‌ای بدرقه کردند، بهرام گور رو نگه داشته بودن اونجا، تربیتش کرده بودند بنا به دستور پادشاه ساسانی و همین قصر خرنقی که میگن، همین این خرنق تحریف شده است، معرب یک کلمه فارسیه که همطور باز خرنق مونده تو تمام داستان‌ها و افسانه‌های ما اومده، این اسمش بوده خرنگاه. قصری بوده که وقتی که از شکار برمیگشتند خسته بودن در اون قصد میشستن و غذا میخوردن تا به خانه اصلی خودشون برسن، یعنی یه چیز بین راهی بوده. در این خورنگاه رو ما در خراسان هم داشتیم، در ماوراءالنهر هم داشتیم، در راه بلخ هم داشتیم، پادشاهان ایرانی یا ولیعهدهای ایرانی در اونجاها هم خورنگاه داشتن. حالا تمام داستان عوض میشه، انگار نه انگار که بهرام گور رو بردن اونجا از طفولیت نگرش داشتند، بزرگش کردند، حالا برگشته با کمک یه عده از آدمایی که این آدما خودشون حقوق بگیر پادشاهای ساسانی هستند، اینا کارگزاران ما هستند، فقط عربن، همین، چون از این بابت ننگشون می آمده این دروغ ساختن که بهرام آمد در مقابل مدعیان از میان دو تا شیر تاج و برداشت گذاشت رو سرش، در نتیجه این شد شاه. از این دروغا، حالا این دروغ همچین چیزی رو در تاریخ عوض نکرده، فقط یه مقدار تو حافظه تاریخی مونده، اشخاص راه غلط برده، ولی دروغایی داریم که مسیر تاریخ عوض کرده، یکیش اینه. یکی با این خفاکاری اسماعیل سالم میمونه، میمانه اونجا تا 13 سالگی نگرش میدارن، قرآن شریعت بهش یاد میدن، خواندن و نوشتن یاد میدن. در 13 سالگی 8-9 نفر از مریدان میان و ایشون رو پنهانی بر میدارن، میبرن به همون بقعه اردبیل و اون در اونجا مادرش رو ملاقات میکنه و 7000 نفر شمشیرزن و سوارکار و جنگندم میبینه که براش آماده اند. خب حالا اسماعیل 13 ساله است که پدرش و پدر بزرگش هم کشته شدند،
و میباید هم بره انتقام بگیره و هم برنامه ناقص اونا رو به انجام برسونه. اجازه بدید که اقدامات بعدی اسماعیل رو در برنامه بعدی خدمتون عرض بکنم. فعلا شب روزتون بخیر.